داشتم. عیب نداره نوره. بله خودم تلاشی کنم. خدای من. باشه. نه اینکه فقط فکرت به دویدن باشه. بعدم باید کاری کنی که چوب به دستت بچسبه که موقع دویدن چوب از دستت نیفته. خب بز اول پلو خورش تقسیم کنی و بعد تقسیم کنی رضا نون و پنیر خوشمزهشو خورده. چه میخوری؟ بیا سیچه رو خودش بخور بابا. چرا فکر رو نکنم تو که برای درس میری فرنگ احمدم که تکلیفش روشنه، منم که بابا مرده باید درم کار کنم و جور ننمو بکشم. برای همیشه نه، ما حالا اجازمون دست پدر مادرمونه، ولی وقتی بزرگ شدیم باید تو آخر اون با هم دوست باشیم. درسته، مثل حالا. بچه هم من یه فکر بکری کردم. چه فکری؟ جعفر آقا خالکوب شما هستیم. چی کار داشتیم؟ بریم 20 سال بعد یه همچین روزی که میشه. بذار فکر کنم. میشه دوم اردیبهشت سال 1352. پس همین تاریخ ها رو دست هر ستامون خالی کوبی کن. تو دست هر ستاتون؟ خیلی. تاون موقع یه خاکی به سر میریزیم، میخوای سر اون تاریخ بیاییم دمه مکسه. بچه بریم خدا ها بریزیم دستم. شما دارین چی کار میکنه بچه؟ چی مشغولیم؟ آقا بسنیم آب خوردنه. آخه مرد مگه آب خوردن با آب شستن فرق داره؟ آب دیگه آب شستن برشن 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 برشن. بسرت به کشمر اینقدر با من جر و بحث بکن، همون که گفتم راننده نمیخوام. بفرما. یک قرونم بهت نمیدم، زود برو گوره تکم کن. چرا؟ من زحمت کشیدم تا پول نگیرم نمیرم. آی مردم به دادم برسید. مردی که پول نداری شوفر چرا آوردی؟ من پول ندارم؟ بفرما اینم پول، ولی پول زور نمیدم. پس ناکس پول داری و نمیدم. بابا صدا خورد این نکنین آقا جون، برای شما اصلا خوبیت نداره که ماشالله با این هیکل نخرشیده دعوا بکنی. ممکنه انشالله انفکتوسه بکنی نفدهی سرمه بشین. شما به قد کوتای من ببخشین. میدم پکر تو درارم. پول کلش نمیدیشترم ناسزا بشمیدم. آره میمه حقیقت آقا جون، شما برو پیکارت ویلکن آقا آقا من زحمت کشیدم پولمو میخوام دیگه. جناب علی غلط کردی که زحمت کشیدی، اصلا کی به تو گفت زحمت بکشی؟ مگه چقدر زحمت کشیدی؟ یه ماهی که زحمت کشیدم، قرار بود 300 تومن به من بدی، حالا 100 تومن دادی. صبری بکن ببینم من دارم یا نه. بله دیگه دارم. بیفرده ما بیا این 20 من اینم 50 تومن، انعام که حاضر نشدی کار بکنی. آخه شما چرا؟ فرقی نمی کنه، یعنی پرداختش از من، پول از اونه. پس پولا مال آقا. نه پشمک جان، ببین این طوریه، پول از من، زورش از آقاست. یعنی پول مال منه ولی پرداختش از آقاست. اصلا این فوزلیا به تو چه مربوطه که در کار دوتا تاجر دی خلطه میکنی؟ برو جونم برو. خدا عمرت بده زنده باشی. میسین که موتورمون سرویسی کردن. خب داداش چقدر باید پرداخت کنم من؟ قابلی نداره. خودت قابلی نداری. خب بیاین 10 تومن اینم 50 تومن انعام بچه. خدا از بزرگی کمت نکنه. خدا شما رو مزید خدا برای کشت کنه. خدا حافظی شما. برو به سلامت. اخی پام چیزی گیلی در آوردی، نمیتونم هندیلی بذار. از اون پشته برو کنار نریزی. باش اومدیم. بره کنار اون همه پیاده رو برستم. آخی جایی نری تا من بیام. مواظب خودت باشا.
همم برم از مغازه عموم یه خورده چیزی بخرم. آره خورده چیزی اینه معذوقی نصف روزمون حبوبات و منسوجات و خیلی جادهای دیگه. آخی یه پکتم کده گرفتیم بریدیم پای بچه ها رشته بکنن. کده گوسپندی نشستین بخونین و برقصین آخه فکر چی هستین؟ چه خوبه توی خونه نشون از غم نباشه، لبی که مثل غنچه برای خنده باشه. اگه از من بپرسین میگم دنیا دو روزه، نباید این دو روزه دل آدم بسوزه. این خونه هرگز نشونه غم نبینه، پاشیم با هم برقصیم که زندگی همینه. الهی که بشی درد و غم دیکم، اگه این بچه ها تامون بگیرن به مولا جور میشه کار تو و من. نظر خونم به جوشه که یه با جاهلم من، بیا با ما صفا کن آخه اهل دلم من. اگه از من بپرسین میگم دنیا دو روزه، نباید این دو روزه دل آدم بسوزه. میخوام این خونه هرگز نشونه غم نبینه، بخلدین و برقصین که زندگی همینه. خب بچه ها باری کلا من نمرهاتون دیدم خیلی عالی بود، حالا براتون کادون آوردم. خدا زیادتون کنه،
بیا این مال تو برو قربونش برم نوش جان کنه. این مال دخملم قربونش برم. این مال پیسرم آفرینه. این مال اینیه که دست خرکو تا خرسه گنده. این مال تو با کاغذ نخوری قربونش برم. کلتو چرا بیخزدی؟ این که میگم با کاغذ نخوری یه دفعه رفته بودیم سینما یه دونه ساندویچ گرفته بودم. من هی میخوردم میگفتم گوشتی چرا سفته، بعد فهمیدم با کاغذیش خوریدم. خب این رو وردار ببر مدرسه، خودت هم زود برگرد. برو تو تویله برات یونجی گرفتم. یالا بچه هر جی این منو کشته ولی اون بیچاره ها خرجی ندارن. همو لجا خدا روز به روز زیادترتون کنه. اینه مالی تو. تو که اینقدر بچه دوست داری چرا منو نمیگیری ها؟ این مگه من ایزرائیلم بزم اینه که زیدم بزرگیشون بکنم؟ کادری چرا پسته میدی؟ عوض این حرفا برو سما کرایه رو بده. هی میره چیز میخره. خدا زیادتون کنه. عزیزم دعا میکنم زیاده بکنه، البته بعد از عروسی با تو. با این همه بچه یتیم به جایی نمیرسی. من وقتی اینها رو میبینم یاد بچگیای خودم میافتم. پول نداشتم برم درس بخونم، حالا نمیخوام اینا مثل من بشن. تمام کوششم رو میکنم که اینا درس بخونن یه آدم حسابی بشن، مردیسه برن، دانشگاه برن، دکتر مؤنس بشن. پس خودت چی؟ یعنی میخوای تا آخر عمر سگدو بزنی و خرج اینا بکنی؟ تا آخر عمرت نه، چون وقتی اونا اومدن همه چی درسته میشه. اون وقت ما سه نفریم. کیا؟ فرهاد و احمد. آره دیگه چیزی به این تاریخ نمونده. نگاه اتفاقا پدر، تنها چیزی که برای من خیلی ارزش داره همین تاریخ که رو دستم خالکوبی شده، تاریخ دوران بچگی، دوستی و وفاداری اونا. یادم میاد وقتی که میخواستم برم اروپا، قاسم و احمد بیشتر از شما و مادر ناراحت بودن. میخوای وقتی به اونا برسی چی بگی؟ بهشون بگی رفتم اروپا زنگ گرفتم و بدون مدرک تحصیلی برگشتم و زن و بچه‌م رو تو تهران ول کردم رفتم پی عیاشی خودم، بعد از اونم برای تحصیل هی رفتم اروپا و هی برگشتم اینجا بدون اینکه فکر کنم زن یا بچه‌ای دارم، تازه اونم دست از پا دراستر. قربون شکلت برم. بله که خریدم، الان اسخر میاره. بیا اینا هاش. بچه بیای. اسخر مواظبش باش، من میرم پیش مادرش. من هرگز نتونست با اون زندگی کرد پدر. اون با من رفتارش خیلی بد. شما اینجا به من کمک کرد، اجازه کار گرفت برای من. من دیگه احتیاج به هیچ کس نداشت. دخترم میخوای وسیله فراهم کنم بری پیش پدر و مادرت، همه مخارجت هم میپردازم. آه چطور رفت پیش پدر مادر؟ من به کتر فرهاد با اونها گر کرد و حالا با یک بچه چی گفت به اونها؟ بابا بزرگ دو چرخه که برام خریدی خوبه، ممنونم. تو برم. بابا چه میاد؟ بابا زگ آخه ما ناراحت هستیم. یک کاری کن بابام زودتر برگرده. اگه به بابام پول ندی واسهش بگی که من و مامان منتظرش هستیم، حتما مسافرت میاد پیش ما. بچه وقتی ازم میپرسم بابات کو، اون وقت من ناراحت میشم. فرهاد کاری که میخواستم کردم. چه کاری پدر؟ متاسفانه باید بگم حرفایی که میگفتم این بار عمل کردم. وکیلم برای همین منظور اینجا اومده بود. وصیت‌نامه خودم رو امضا کردم. امضا کردی؟ پدر مگه من میذارم؟ من تنها فرزند شما هستم، فقط من باید از این ثروت استفاده کنم. پدر مگه تو دیوونه شدی؟ دیوونه خودت شدی پسر احمق. من به تو اجازه نمیدم از این ثروت استفاده بکنی. حالا میبینی که یک قرون از این ثروت نمیذارم باقی بمونه. این ثروت مال منه، میفهمی؟ مال منه، مال من. کردن که اگه شما در عرض یک ماه پس از مرگ ایشون نتونستید یا نخواستید با خانم کریستین آشتی کنید، هیچ گونه حقی نسبت به ارثیه اون ندارید و تا منزل و ماشین و درآمدی که فعلا در اختیار شماست قانونا به کامی خواهد رسید. البته چنانچه با همسر سابقتون آشتی کنید، طبیعتا قیم کامی پسرتون میشین و میتونید از کلیه مزایای این وصیت نامه استفاده کنید. و
ولی یه مطلب هست، یه ماه خیلی کمه. بنده بی تقصیرم، این مطلب در وصیت نامه قید شده. به هر حال اگه کاری داشتیم بنده دفتر منزلم همینجاست. فقط چند روز میرم مسافرت ولی زود برمیگردم. آدرس کریستینم بهتون میدم. فرهاد تو اینجا چیکار کرد؟ باید کار دارم. حتما پدر بزرگ آدرس داد به تو. حالا تو رفت در این اتاق، من فعلا کار داشت، اوکی؟ شما کمی بکدید بود. پدرش اینجاست، نباید فهمید. قرار بود براش کفش فوتبال گرفت، بگو بعد براش کرد. خیلی خوب باشه. دختر جون، کوتا بیا. اومدم با آرزو برسونمت، ببرمت خونه با هم آشتی کنیم. از جون من چیک است؟ من دیگه آرزو نداشت حتی گیافه ایتو. ولی پسرم چی؟ اون پدر میخواد. بچه‌م کجاست؟ کامی اینجا نیست، من اونو فرستاد پیش پدر مادر. چی؟ لابد باز هم نقشه کشید که آمد پیش من. اما من هرگز پیش تو بر نگشت. I hate you. تو زن منی، اون بچه مال منی. تو این حرفا رو باید 6 سال پیش زد، نه حالا. مگه یادت رفت 6 سال پیش با چه آرزوها با تو عروسی کرد؟ تو چه وعده ها به من داد؟ من مجبور شد به خاطر تو پدر مادر ترک کرد، با تو تهران آمد و یک دنیا آرزو با تو عروسی کرد با این امید که تو منو خوشبخت کرد. ولی افسوس. عزیزم بیا گذشته رو فراموش کن، دوباره با هم زندگی کنیم. چطور تونست فراموش کرد؟ وقتی من حامله بود تو با دکتر همسایه در کنه من عشق بازی کرد. آخه تو از جون من چی کاست؟ بعدم با من شروع کرد به بد رفتاری. یک هفته به تولد بچه نمانده بود که منو از کنه بیرون کرد و با کمال وقاحت گفت که این بچه مال من نیست. اما تو باید بچه مال من معذرت هم میخوام. نیامد. گفتم تو از جون من چی کاست؟ تو باید با من زندگی کنی. تو باید منو ول کن. لیف می الون. آقا بفرمایید. آقا بفرمایید. برو جان من. برو بینا. آقا بفرمایید. خیلی داغه. تنش داره مثل آتیش میسوزه. بله تبش زیاده. شما باید اول از نزدیک شدن بچه ها به اون جلوگیری کنین، چون اینجور بیماری ها. جونم برو، برو پیش بقیه بچه ها، برو. هن بسیار خوب. بفرمین این نسخه رو هر چه زودتر بگیرین، انشالله حالش خیلی زود خوب میشه. اگه یه وقت حالش بد شد به من اطلاع بدید. آقای دکتر این دواها چقدر میشه؟ تقریبا حدود 100 تومن. 100 تومن؟ باش الان میرم براش میخرم. فیزیک شما رو فردا میارم در بند منزل تقدیم میکنم. خواهش میکنم، هیچ اشکالی نداره. قربان قدمت برم، خداحافظ. جون دو طبقه ما مامان میرن زودتر سوار میشن. ولی اول باید رفت بلیط خری. خب ما سوار میشم تا شما بریم بلیط بخریم. باشه. اوکی اوکی. مواظب باش. ببخشید صد تومن پول کورت هست؟ وای صد تومن شکرت پول نقص در اومد. Mama!
اومدی؟ میخواستم به ازم پرشوام های بد کرده. خود ما خودمون ور میداشتیم. یالا پولش رو بده. ببینم چی کارش داری؟ زورت به این بچه رسیده؟ به تو چه فوزو؟ گنده این نصف تو هم نمیشه. میزنم تو آزاش بر. چه غلط ها ده. بگی بچه مگه مال این محلی سی؟ نه من گم شدی. گم شدی؟ مگه بچه که گم بشی؟ نه نه خب بعدش رو بگو. نه با مامانم رفته، با نرم رفته بودیم کفش بخریم، کفش بخریم یهو گم شده. نه ترس، من مامان تو واسط پیدا میکنم. آهای پچه رو خود گفتی مامان، نگفتی ننه. خب اسمت چیه؟ کامبی. خب من اسمم کامبیزه ولی به هم میگن کامی. منم علیم ولی بیمعرفت ها به هم میگن علی کدا. ازت خوشم اومد، بزن قدش با هم رفیق باشیم. رفیق تا روز قیومت رفیق. خب کدوم محل میشینیم؟ من نمیدونم اما اسم کوچه‌مون بنبسته. این که نشد، ترون پار کوچه بنبسته. اسم خیابونتون چیه؟ من اسمشو نمیدونم. اسم مرسد چیه؟ من مرسه نمیرم. بازم یکی از من جلوتری. حقلا مادر که داری؟ اسم مادرتو که میدونی؟ آره میدونم. اسمش کریستینه. چی چیستی؟ نفهمیدم. شیش به بالا بود. گفتم که کریستین. جلال خالق، اینم شده اسم. من موانمو میخوام. به طوری که گزارش دادن سارق با موتور فرار کرده. شما اونو دیدید؟ نخیر. از کیفی که سرقت کردن شما نشونی هم دارید؟ بله. تو کیف چیز مهمی هم بود یا نه؟ ممکنه جریان رو تعریف کنی؟ من روزنامه‌نگارم. سلام. سلام. سلام خانم. سلام. کوبکرم گفت چی شد؟ کمی پیدا کرد یا نه؟ رفتم بیارنش. پس هنوز پسرتون به منظر برنگشته؟ آه نه آقای افسر، کاهش کدت روزنامه ها نوشت. شاید پسرم پیدا کرد. ناراحت نباشید خانم، من قول میدم که پسرتون رو پیدا کنم. اگه یه عکس از پسرتون باشه همین امروز تو روزنامه چاپ میکنم خانم. من فقط یک عکس از کمی داشت در کیف بود که با کیف دوست بود. کاهش کد پسرم پیدا شد. لطفا یه عکس از ایشون بگیرید، میخوام زمینه پرونده کنم. آقای افسر. روزنامه رو ببین چی نوشته. نوشته لیفتن مدول سوال کیفه یه لیفه زن فرنگی رو لیفه یا کیفه؟ کیف. خبری بخون ببینم. کیف زن مدول سوال کیف یک زن فرنگی به نام کریستین لاز زد. این زن که مولد حمله کیف زن مدول سوال بوده با او برخورد کرده و مجروح می شود. مجروح اکنون در بیمارستان آوزر بستری است. فرزند 6 ساله او که مثلا در اتوبوس بوده جمع می شود. حالا از کجا بفهمیم تو مینا فرنگی کیف کیف در بون ندر؟ راستی انگار یه کیفم یه عکسم تو کیف بودم. میدان کن. ببخشید اتاق خانم کریستین. ته راه رو اتاق 102. متشکرم. سلام خانم. سلام. نه آقای دکتر گفتم. میدونم هستم تا از خواب بیدار بشه. ولی الان ملاقات ممنوعه. نه برای من، شما که اینو بهتر میدونید. آقا من شما مامانمو ندیدی؟ پول که بهت دادم بچه. چه اینا به من پول میدن؟ از کجا میدونم من پول ندارم؟ بیا بریم کامی، جور کردم که بشب پیش ما باشی. کتو رد کن بیا. میگی ببینم علی تصنیفی چیه؟ کامی کسابی تو. خب تو که بگو ببینم. تو که نبودی ها بعدون به این پول خب دادن که من گده ها ببشم. برو پیکارت. ها فهمیدم، نکنه تو کت منو پوشیدی فکر کردن تو منی. رد کن بیا به حساب کرایه لباس. چی کرایه لباس؟ من لباس میخوام. چیکار چیه؟ این لباس مخصوص خونه است، باز بپوشی وارد بشی. من لباس میخوام. چیکار؟ من مامانمو میخوام. بچه
امشب پیش ما میمونی، فردا که رفتیم گدایی من مامان تو پیدا میکنم. روشن شد؟ گدایی؟ به اینو باشکل میکنم دهنه تو ببند. میدونی رفیق، مگه نشنیدی که میگن کاسبی بی سرمایه گداییه؟ ما چون سرمایه نداریم مجبوریم این کارا بکنیم. گدایی میکنی؟ نه بابا، تصنیف میفروشیم. مثلا اگه یکی هم خواست بهمون کمک بکنه دستشو بر نمیگردونیم. بیا بریم تو. بیا چی چا برفتیم تو تو هم برو برو علیلم آی زلیلم. ببین چی میگم، فردا تو بادکنک میفروشی، من تصنیف. اگه مامانم پیدا بشه هر کاری بگی من میکنم. برو بریم. کجا داریم میری؟ آشناس اسم شب حبیج فرنگی. بریم بریم تو بریم. به من عاجز کمک کنین، خداوند دست دهندر از آره این قطع کنه. تصنیف نو خیلی از دو، از مستی اخ دلم از رو می رو بگو گوش ناز رویا، یلا بخر مفت از اون ببر یکی یه قرون عراج. وقتی دفتی توی خونه هی برقص و هی بخور. رفیق عزیز، پول خورده ندارم، داشتم دادم به گیدا، یه خورده زودتر میومدی بابا، منم و یه دونه بیستومنی. هزار تومنی هم باشه باشه، خوردش میکنم خودم. گبروی داره پرو، ببین رفیق، من خودم هشتم گروی تشتمه، بره تا اون دستت رست نکردم. من یه نفر سراغ دارم که همه ی بادکنک ها رو یه جا میخره. بری پیشون.
ببین چه کاری دستمون دادی، از خون و زندگیمون هیچ خبری نداری. ناراحت نباش، به همسایه ها سفارشات لازمه رو کردن. آره بابا، از بس این ور اونور دنبال بچه گشتم، تای کفشم سوراخ سوراخ شده، نگاه کن. این کلوفتی که سوراخ نمیشه. کرم خورده. خب حتما یکی از شاگردا. باید یه جفت کفش نو برام بخری. بابا من چه میدونم پولم کجا. من که میرسی بی پول میشی. تو بمیگی من آخه ندارم که با ناله سودا کنم، از کجا پول بیارم؟ باید برام بخری. اگه تا شب پیدا نشد هر چی میخوای بگو. خیلی خوب. یا تان کمش گل دروغه چی میدی؟ زلیلم آی زلیلم آی. ببینم رئیس مال موازو هنوز نفرسیده. هنوز نیومده، خود منم منتظرشم. جلال خاله. منم دیدنش کردم. سلام علیکم. سلام خانم، بنده با شما یه عرضی دارم. بنده با بله بنده بفرمایید. بنده سهش بنده بفرما فرمایش. عرض میشه که ممکنه شما یک کمکی به بنده بکنیم؟ کمک به شما بکنیم یا به سگیتون کمک بکنیم؟ نه خیر، به بنده قصد دارم برم آمریکا فیلم بازی کنم. اینی که اگه ممکنه پول یه بلیط یه سر رو کمک کنیم. بره مثل یه معروف که میگه آخه عشق یک سره مایه داره دستره. حقیقتش اینه که خودم چندان مایه نیستم. ببینین آقای سگ بغلیان، این هالیوود هم واسه ما درد کله شده. تا حالا پاچه یه چند نفر گرفته و بله نکرده. بنابراین تا نزدم چشو چالت داغو نکدم بزنه به چک. عجب پارتیس سمجی بود. این ایرجی رستمی نبود؟ نه بابا، اون شیش ماه نیست که رفته آمریکا. آخه خیلی از فرنگی خودشونو جای اون خالفه میزنه. آره بی نظر منم اون چیز بود، شبیه خیلی جیش نکن نگر. نه بابا اون اینجا چی کار میکنه؟ آقا لیسو، آقا لیسو، پیدا کردم. بودم یه بچه رو دیدم دلوس عکس برگردونه یه عکس بود. با یه پسله پول پوله رفتن توی خونه بغلیه. رسته میگی؟ باور کن. جیونم به خدا خیلی خوشحال میکردی. به جان خودت خبرتو بیارن اگه دروغ بگم. اگه به من راسته گفته باشی خاک زغال این زمستون مادرت رو من نمیدم. بدون دریافت بچه. ببین حالا یه رو پیدا کن که بریم تو خونه زود باش. به نظرم بهتره با کلکه بریم. اینا کیه؟ رابی فیکینه. همین بخشین آقای پشمه چی میخواستم بگم؟ گفتین شما اینجا خدایی، شما از اول یعنی که اینجا، یعنی شما اینجا بودین اونا اینجا نرفتن. چرا به تته به ته افتاد؟ یه چیزی بگو درستش کن دیگه. دست پاچه شدم بابا، چه گویم که ناگفتنم بهترست. زبان در دهان پاسبان سرست. این همون معلوم موسیقی هست، نمیخواد من بفهمم. من نفهمم، این معلوم خودش، اونم زنا شده. بله درسته، اونم موتورشه. شکم اینم آوردن که بین گدا تقسیم. بله ما برای دیدار شما اینجا. بله درست اومدیم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمه بفرمه. اون دیگه کچولو. بفرمه خواهش میکنم. کسی جا نمونده. باره کلا می نویسی پاداش بهش میدم. مثل اینکه این کله پوچت به کار افتاده چشن. باره کلا رد کن. رد کن. مرسی که همش همین است. پول نارت هم که نمیشد. یه هفته از گدایی محرومی هم بفرمایین. اون جناب رئیسه. اون بقیه هم که میبینین دورو برش پخش و پلان. آقای نزاد. دلی ببین اونو خود خودشه. حالا برو پایین طوری که جلب توجه نکنی، جلب سیاهنه نکنی. یه وقتا هی رئیس. چه رئیس؟ این یاروه همون معلم موسیقی هست، از طرف رئیس کل اومد. کنار ببینم. خوب شد زودتر گفتی. پسر راه رو باز کن ببینم. اتفاقا چند روزه که منتظرشون هستم. برید کنار، هر کی برد سر برنامه خودش. قربان سلام عرض کردم، قدم مبارک بروی تخم چشم بنده، همچنین قدم خانم بفرمایید. مشتاق زیارت. زیارت قبوله. معرفی کن دیگه. ببخشید یادم رفت معرفی بکنم. این خانم ایشون چیز خانم چیز منه. چیزن خانم شما هستن؟ خانم من؟ بله بله. ایشونم معاون شما هستن. وی خدا بله تقریبا. برو سراغ بچه سر گوشتی آب بلن. اما قیافتون چقدر شبیه خودتان است آقا. جدی میگی؟ خیلی شبیه است. آدم اون یارو معلم ساز آوازه، درس آواز میده. بنده فرستاده بودم گوسفند بیارن جلو پاتون قربانی کنه. اگه اجازه بدی یکی از این گداها رو جلو پاتون سر میبرم. چه میخواد دیگه؟
اوی جفت زدن ممنوع است. اوه خوشی الهی. ای قربان باید خیلی ببخشید. این از شاگردان خوب ماست. به قدر طبیعی کور میشد که ملاحظه کردید به چه قشنگی پای شما را لغت کرد. حتی منم که رئیس جمهورم امیدوارم رستو رسته که کور بشی که با اثر را بره و شما را خدا لغت دستور میدم کورش کنن. چش 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 دیتاهن خدا. این طور نه. این طور که من میگم باید بگیم. زلیل را کفیل بگید بگید باید کاملا علیگار خودتون رو نشون بدید با چشم بیا با دست بیا با پا دوتر رو نگاه کن معاونشه یالا دوباره علیل ببین اینگار جد و آبادش گیداست ها ساز آواز به سبت و این سو بازار همین روزا تو فستیوال شرکت سو بزن اون یاری چقدر شبیه ادوارد جیمر رو به نسون پروزونه بله خیلی شبیه از خوب کنافتی توضیح میدنه بله اینجا تمام حقا مخته میشن آزان داره البته باش اگه کوری ببخشیدش کور سمه چیزی در ناخوش پا با همسر تو اتاق کرد شما نمانده رئیس کل هستی قربان ببخشیدش گداخانه در امن آمان اون بچه ها چی کاره انده؟ کدوم بچه ها؟ اون بچه ها اونی که از همه یه هوا بزرگتر از تصدیب کنه اون یکی چی؟ و اون یکی هم قربان تازه وارده خب اون بچه کوچیکه رو بیار میخوام یه خورده این بخانش بکنم چشم از سا میارم خدمت تا بچه اگه دارم بلنش بلنش بند آب ندیا یه وقت حرف بچه رو نزنیم دیگه این مده خنگ نیستم بفرمایید قربان سلامه بچی جان سلام با اجازه شما رئیس هستی؟ آره پسر جنه لباس ابتاوات پوشیدی که انقدر گشاد بلنده دست رو بچه ایم گذاشتی پسر جن راستش من یه وقتی چاق بودم ببینم تو چی کاری؟ من مامانم رو تو اتوبوس گم کردم خدا باعث بانیشو که خودم باشی نه یا مرزه فکرشی نکن یا خودش میاد یا قاقزش میاد چیزه من میدونم مامانت کجاست خودم میبرم ات پیشش قول بده منو بری پلو مامانم نامردمه که نبرم بی تو قول بیدم شما حاضر کنید شما حاضر کنید قربان تقریبا برنامه تفریح آماده است برای بچه دار منتها دوستان قبل از تفریح چند تا سوال دارن که میخوان از وجود معلومات جنابالی استفاده بکنن منظورشون از استعداد هنری شما موسیقی تا من صحت ویسکی را در میابم و نسلش را در میابرم شما بچه را در لوژ مخصوص بگمار برو جونم برو دیابرک جان بفرمای قربان آقا این که آبه نه جان شما ویسکی خالصه من خیالم شکیه میگرسم دیال نمیده واقعا سفارشی هم هست پاتو بپن چون آقا نشی بلی زحمات شما قابل پاداشی بود در راه خدا بود اینجار این تنش به خدا میخاره ها میخارد کوچولو دلت برای مامانه تنگ شدی سولی بچه رو مردارو ببریم از این جا ای تو قول نجی من ببری پلی مامانم پچه نمبری والا من میخوام ببرم دارم دنبال قافله گیری میگردم مگه من میذارم ببریش ده تو رو میبریم تو کوتاه بیا این اسمش علی تصنیفیه خوشبختم علی تصنیفی تو کوتاه بیا با اجازه شما قربان خودتون آماده کنید درها رو ببندید لباسا رو تحویل بدید زود باشین نوازندگان بنوازن آقایان گداها آماده باشن باندا پایین اینکا پایین چلاغا درست بشن یالا یالا شلو کنید گندش در اومد درها رم بستن پاک افتاده ایم چطوری از اینجا بلیم بیلو فعلا ما گریزی تنقلات بخوریم باید این کله ها رو به کار بندازیم و یه نقشه یه موزیکال بکشیم باید هر طوری شده ببرم ات پیش من خب عزیزم من میرم بگی استراحت کن خدافظ خدافظ لازم داره نتیجه بی سرپرستی رو دیدی؟ اصلا معلوم است که بچه الان کجاست؟ تو اشتباه کرد کمی من فرستاد الان پیش پدر مادر هست روزنامه ها همه اشتباه نوشت کمی من فرستاد پیش پدر مادر فهمی؟ Thank you.
من شاد 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 به مالا این هیکل ریز میزه امشب میخواد غرق بریزه تنها میونه گده ها همه یکی تر تمیزه آتش من تند و تیزه ما سلیلا نبودلا علیلا نبودلا چشم باز مشلا لبم نازه مشلا الهی قلب تو قربون همه چیز خوشگل بلا گدای ننگ 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 به مالا اسمال گدا ابرام غنا نباش تو خط اسکناس این کار براتون نمیشه تا کی به مردم التماس بیرون بیا از این لباس با وای این برون برش ننداز بذار خودمون استفاده کنیم آخه کسی کسی رو که باقیری نصیحت نمی کنه خودشم واسه خودمون نگر در بی این صفت نگاه که چطوری نگاه میکنم تو رو خدا زرده بین بذار بده این بر بده این بر بده این بر چی بده این بر بده اون بر خدا پدرت بیامرزه بده اینه بر طرف خودیا بده نه طرف نخودیا نخود نخود هرکی رود خانه خود آی کتوله آی خپله خواستم شله زندله یه روز موقع یک دایی دو متر لای تلی کار سرا بالا علیلا آخ نبالا چشم باز مشلا لبا نازه مشلا الهی قبل تو قلوم همه جد خوشگل بالا دل من شاد 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 به مولا بسته تو رو خدا اگه تمومش نکنی میرم پاسبان میارم وای اینم پنچره شد برای بنده تنهایی بودم خش بودم رقصی و چنگ بود ببینم بچه خوابه آره مثل این که خوابه به به چه عطری چه چطری برم قربون این کت خوش قواره بورم علی گفتم بوخ زدن ممنوعه به من عاجز کمک کنی این چند تاست دو تا اینم بگیر بشی خب دیگه بس آتیش بس بحمدالله همه نفله شدن کو؟ من نمیتونم من شخصا خودم انداختم رود که سرما نخوری اون کد خیلی برام عزیزه خودم بلندش کردم خودم گوشادش کردم
نذاشتمش پاره بشه او شادتر از گاله بشه. گوشتش گم شده. فرداره بگو گوشت ارزون نمیشه. این چرا اینجا افتاده؟ این که تو بیزن بیزن شرکتی نداشت خودت بپوشون تمام روحت پیداست. این یکی ناچت ریشوره تو بیهوشیه مکله که میزنه. بای سبری بکنه اینگار جوستم کار این بیتگر مادره پاشه بینم نامرده کور دیدای کاشکلی دیگه ندیده بودیم ناکس ریش مدر روزم گذاشته هندرش بیار زهر ماه جون چه گلی به جنبی بده در راه خدا خودتون سر کودت بکنم ایبه زود باشین به جنبی تا اینا به مشنه ایمدن خبرش یه پاسده کن بیاد این کنل شره دستگیری بکنه چرا خدا منم با خودتون ببریم من هیچ کسی تو این دنیا ندارم کار میکنم آواز میخونم پدری که داری؟ نه من پدر ندارم مادرم هم پارسال مرده منو با خودتون ببریم من خودم تصریف فروشی میکنم و خرجم رو در میارم قول میدم اینجا هرچی کار میکنم رئیس همشو میگیره خیلی خوب بیه شرط باید قول بدی درسی بخونی تصنیف فروشی بی تصنیف فروشی فهمیدی را بیافتین بریم اول یه لباس تمیز عوضی تنمون میکنیم که پیش مادر این کامبی شرمنده نشیم ببخشید فرمایشی داشتین؟ ببخشید اتاق خانم کریستین کریستین؟ بله همونه اینی که ایشون گفتند یعنی مامانم دیگه مگه شما رو نمیشناسین؟ چرا کوچولو؟ ته راه رو اتاق 102 بیاریم عزیزم خدافز آره جونم کجا سب کنین؟ الان بیدار میشه میخوام بهش بگم که تو منو پیدا کردی برای میزرخ همینطوری بری نخه نمیشه چشم داشتی نخه من مبارک شما رو ببینیم کامی بیا جلو جلو من کامی بیا جلو من کامی کامی الهی من گربون تو رفت بری نزدی نقاب بره بالا ببینیم این تنگ ماره میشنه خدا رو شکر لحظیه قمنگی ایدیه مامان سرت چی شده؟ این مهم نبود تو این مدت کجا بود؟ خونه رفیق جدیدم علی تصنیفی رفته بودم اون آقا همه اسمش آقا رضا اون منو پیدا کرد آقا رضا سب کن دیدی بالاخره گندش در اومد منشون من خیلی تشکر از شما کرد کس به شما پول داد نه خانم ما همینی که پیستر شما رو صحیح و ظالم بهتون رسوندیم خیلی متشکرم شما از دست کامی ناراحت نباشید چون تقصیر اون نبوده یعنی تقصیر شما هم نبوده تقصیر ما هم نبوده بله بله تسخیر اون بی‌معرفتی بوده که بین شما جدایی انداخته شاید تقصیر اون ناچس بی‌معرفت من شکسته هم نبوده شعور نداشته یه نمیفهمی بله درسته منظورم اینه که نمیفهمه شما این همه چیز از کجا دونست؟ بفرما اینقدر گور اطفار اومدی تا این بالاخره گندش درام بله تو روزنامه ها خوندیم آدرس بیمارستان رو یاد گرفتیم خب بله خدا قربون شما صاحب کرد شما صاحب کرد کانو ممکنه من از شما یک کاهش کرد بکنید اگر امکان هست شما امروز کمی بود گردش بعد از که من از بیمارستان آمد بیرون کمی پیش من آورد من آدرس داد به شما این واقعا مریضه با هنوز آدرس نداده میگه آدرس داد به شما بیا این آدرس بس جانم این هم بزنیم سر مادر رو گنده همشی آره چون آرشگاه مرزونه نه خیلی زنونه همش به فکر خودشه چشم خانم ما بچه رو میبریم قربونش آقا خود بای آقا سن خرسه زود باش برو موتور روشن کن تا ما بیایم بای زود آقا آقا کلیدتون رو چرا میکشی بار دیگه چی شده بچی جان من برم مامانم یه ماچ بکنم و بیم برو زوده بره گرده خب چرا نرفتی؟ ترسیدم تو بری نه جونم ما دیگه با هم رفیقی شدیم بیا بریم حالا دوباره با هم برمیگردیم چرا نمیخوای بفهمی؟ پدر بیچاره من مریضه الانم منتظرمونه به خاطر اونم که شده قبول کن اون هم به من احتیاج داره هم به تو بیا بریم حالا دوباره با هم برمیگردیم چرا نمیخوای بفهمی؟ پدر بیچاره من مریضه الانم منتظرمونه به خاطر اونم که شده قبول کن اون هم به من احتیاج داره هم به تو خواهش میکنم آه ولکت فرهاد این باش باش یواش 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 بذار درم آ کنم
خیلی خوب تو برو، ما تو همینجا باشیم. دو تا پایان داری میلنده بایی. بیا عزیزم، پدرم پایین تو اتاقشه. بله بگو، یا لاشلی یا لوبا. هیچی، کامی رفت تو. برای چی نایمد؟ هیلو مگه خونه خودشه؟ من چی میدونم، رفت پیش مادرش تا گندش در نایمده و جریان به رضا خبر بدیم. برگو خزم بلی بودو بلی بودو بودو بچه میخوای ما جیل بیافتیم که بیا مردش رو برده. چیز رو زدی را بیا بلی. کامی چی بدون اون که نمیشه رفت. کامی تو منو گول زد. من اگر به کتر پدر بزرگ نبود نیومد اینجا. من خیلی وقت کمی فرستاد رفت آمریکا پیش پدر مادر. بس دیگه، تو هم خفم کردی با اون آمریکات. خیلی حقه باز هست. اگه برای چی من آورد اینجا؟ تو هیچ وقت بی نقشه کاری نکرد. چه نقشه خانم؟ من میخوام باید آشتی کنم. مامای ولی من نمیخوام آشتی کنم. تو باید به من گفت این دفعه چه کلکی که گاه هست که اینقدر پاپ شایی کرد. بعد کردم دوباره میخوام باید آشتی کنم. اصطلاح کی بود؟ اصطلاح کدوم گوریه؟ این مهدی که دایمان خمرم یه سیهی بابا جونمه. گوش کرد، کوب شد این مرد تو ندید. تو پیش اون به من نگفت مامان، من بعدا دلیلش به تو گفت. باشه ماما. برن من دوستای زیادی دارم. امورزا، حسین خپل، علی تصنیفی، ولی هیچ کدوم بعضی مامان جونم دوست ندارم. ماما هیچ وقت دیگه گم نذار بشم. پدر بزرگ کجاست؟ عزیزم پدر بزرگ بهانه بود، اون عمرش داد به شما. چی؟ پدرم مرده، من به تو دروغ گفتم. یعنی اون مرد؟ آره مرد، بهت دروغ گفتم که تو رو همراه خودم بیارم اینجا. حالا اینقدر اینجا میمونی تا تسلیم بشی. اوه نه، تو حق نداشت من اینجا نگه داشت. تو حق نداشت، چه غلطی کردیم فارسی به این یاد دادیم. شده. ارباب من؟ نه خیل، الباب من. تو اینقدر علق خوردی که دهنت بو میده. یا لحمالاش بیان کمودو بجلیم پایین. دست تو بده من چه مواده باشی شکستنی توشه ها. کی؟ ها اون که یواش مازه باش. یواش یواش بیاری نیست. یواشتر در رو نشت کنیم. نه بابا کمود سبو چیه؟ درش هم مثل خودش مزد. چرا در میبندی؟ بسه بابا باشه اونا الان کمودو بر میگردنم. بارو میرم بچه نه اونقدر مسته که این چیزا اصلا حالیش نیست. اینجا اینجا کی مسته؟ اینجا اونم بیرون خور ننه جوجه، خودم میرم بابا. چی میگیم مسته؟ حالا چی کار کنی؟ چی بزن بریم؟ بهش علامت بدین. اهن آدم ها. هی ما رفتیم. اهن هست و یه آدم. بزن بلیم تا گندش دل نیومده. درست مثل جوجهی که مخصر از توخمه در بیاری. کسی نباشه یه وقت ببین آبرومون بره با اینم به به. اینم پایگاهی کیفی کردی؟ با
باز حواسمون جفت شیش باشه. اینم از ماموریت خطرناک ما که تو این لباسو چقدر احساسی کردم کلا بهتره به پا کنار نفر. ای چطوری ببینم شیکما عوض بزن ببینم این بلاوزه یالا بریم کبال چیم بچه خب حالا جستجو رو آغاز بکنیم از کجا که به کسی بره نبوره اینگار صدای پا میاد از کجا میاد بالا خودم عجب خری هستم بو خدا ها صدای پا میاد نفسم تنگ پچنگه اینجا مستراست من سیبیل یارور باش معلوم بودا کامی جان و ممن جان حالا باید دست کلید و خوشبختی رو بندازیم تا قفولش باز بشه اول با این کلید میندازیم خب شاید باز بشه بلکه باز نشه خب با این یکی میندازیم حتی من که ننوشته روش که با اون باز نشه کامی تو اینجا تحیل شد ها گود مرگی مامان کامی سلام آقا ای رضا سلام هم خیلی متشکرم شما آمد حالی شما چی علی تصنیفی حالش خوبه خیلی هم خوبه خبری دادن ما خبرداری شدیم اما راستی خانم شما کجا با اینجا کجا یعنی اینجا به کجا کجا به اینجا هن خانم این جریان خیلی مفصل من بعدم برای شما خواهم گفت باشه شما فعلا به دنبال من کامینگ بکنین اره آی در بادامون یه در واقع خانم کمود ما عوضی بردیم مال خونه ولیه لطفا بفرمایید داخل موشک حمال پیما تا شما رو به سرمسقد منزل برسانم اما اون تو نفستون بر نیاده اوکی اوکی حالا یکی بیاد و اینه دوبلش بکنه اوکی پس کی خب به جمع سن خرسه ما وایز خود رو رفتیم تو عوضی رو برده بودیم حالا هم عوضی میبرده چرا عوضی رو بردیم بیم پدر ما خب تو نشکستم بکم اینجا اینجا به خیالم من مستم نگو اینا همه شون نخورده مستن جونه قربونه هرچی آدم لشه بگو نشی خیلی لشه آوردن آوردن آه اینا اماله یه خود تونتر تونتر خدا کنه نفهم ما شدیم سه نفر گرچه یکی کشو گابو با امسال بسال گابه این دفعه دیگه در اومانم نواجه باشی کمه که بکنه به خیلی سنگی چه در نیر نه بود سنگینه چونه وقتی می آوردیم گفتیم بچه اینا وقتی اومدن تو دو تا بودن رفتن سه تا اومدن سه تا و دو تا حوصله ندارم مثلا بنده بی صف اینجام سکوی فضایی آقای رضا این کار شما فوق العاده من به خیالم کیهان یا تیلالاته شما خیلی خوب مرا نجات داد من هرگز امید نداشت شاعر شیرین سخن میگه در ناامیدی بزی امیدی اینا چه امیسی گرفتن با همه من از شما خیلی متشکرم این کیف چه مهربون کاش آقا جانش بود اینجا همراه بود او نه کش میکنم اون هرگز در زندگی پدر ندید من همیشه به او گفت پدر نیست پدر در مسافرت هست پس شما چطور بچه دار شدین آخه مگه میشه بچه یه بی پدره این کلاه بی سره به خاطر همونه که من کلا سرم گذاشتم چون پدر ندارم یتیمم یعنی در حال حاضر مادرم ندارم یتیم چم پدر وگه ای کوب اما نه مثل فرهاد فرهاد دیگه چه سیغیه نفهمی چی گفت شما منظور این که فرهاد دیگه کی هست آه فرهاد هست پدر کمبیز همین مرد بود که ما رو با دکنش با زندانی کرد اون وقتی من حامله بود از منزل خارج کرد حالا نفهمی چرا دوباره سراغ ما اومد بچه جان اینقدر شلوغ نکن من بفهمم مادر اون بچه چی میگه آخه شما خودتون کامی رو بزرگش کردین؟ بله اما هیچ نکست اون از وجود کامی کابر شد فرهاد در زندگی من خیلی به من دروغ گفت من هست یک زن تنها با یک بچه ما زنها چقدر بدبختی ام رزا چه گریه نمی کنم پسرم درم عشقمو پاک می کنم بعد از آن که باشگاه میای باید برم منزل اون زن فرنگی برای جریان اون پسره راستی بچهش چی شد؟ پیدا شد برای همینم میخوام برم ببینم اگه شکایتی نداره پرونده رو بایکانیش کنم آها هنوز تو بیمارستانه؟ نه رفته سر کارش آخه اون یه آرایشگاه داره پس با ماشین من باید نه قربون تو با موتور خودم میرم پس شب یادت باشه یه زنگ به هم باشه باشه خدافظ نکنه ما داریم کره ماه میریم و خودمون خبر نداریم وای وای امو رضا
میخوای مواتو فر بزنم؟ نه ما دیگه باید گاماسه گاماس بریم. سولی رو میفرستم مواشو این اون خانمه ویزی ویزی بکنین. باشین آقای ریزا شما امروز نهار پیش ما هست. نو به قول شما I love you به قول خودمون قربون شما من باید یعنی میخوام برم سر کارم. آره کدوم کار؟ شما چه کاری هست؟ والا مدتی بود بغل هنده یعنی دست عمومه کار میکردم حالا تازگی رفتم بغل هنده دایی جونم کار میکنم. دایی شما چه کار هست؟ یعنی شغلش چی هست؟ بلا دایی من شغلش آزاد شد یعنی از دیوار مردم سیخی که میره بالا یعنی قفل و با کلیدش وازه میکنه. باز کرد. بله عموم خیلی زرنگه. اوی خدا اوی خدا اخ قربونش بشم الهی. بله البته بعضی وقتا می اضافه کاری میکنم مثل نگهداری بچه های بی بابا. اوی جان امو پس تو بیا بشو بابای من. اخ این چه حرفی اگه بشم بابات باید عزیزم فرقی نمی کنه اگه امو رو وردار یا پشت رو کنی میشه بابا بزنی پس کلش میشه زن بابا. امو تو موتور سواری از کی یاد گرفتی؟ بابات یادت داده؟ نه بابا جین منم مثل تو بودم که بابام گذاشت و رفت از خودم یاد گرفتم حالا من به تو یاد میدم. کجاست این صاحب مرده؟ بیا اینم موتور بگیر و برو کبر. چی قشنگه مام ببین امو به موتور داد. آخری خدا ای خدای منه میکشه آخرش این بچه. کاش میتونستم بیشتر از این به این بشه لفته بکنم چه کنم ندارم باید کن ایدوک. خوب خانم جون با اجازه ما رفتیم. سب کنم و جمعه باش میام. نه کمی نه تو نمیتونی با من بیایی باید برم دنبال کار و کاسبیم. اگه من نبری تو صبح بیشتم گریه میکنم. بیشتر اونجایی که من میرم جایتو نیست من باید برم. میام نکنه از من بدت میاد. زبونه تو گاجی بگیر خدا نکنه. خیلی خوب باشه مثل اینکه مقدر ما پابنده این بچه بشیم. بریم یه بستنی گولزن بهت بگیم و برگردیم. گوش تو دماغش بکنه با یه بستنی بخریم مرخصیم. آره حتی من برو بریم کاری نداره که. برای اینکه بیت ثابته بکنم دوستی دارم اینه که من بهت میدم. خب اینجوری آفتاب گیرشه اینجوری هم سایه گیرشه خوشت میاد؟ آره خیلی قربونت. حالا بستنی هم میخوای پس بپر پایین تا یه آیس کریم من برات بخرم. این اسباب بازی را هم او برای کامی خرید. شما باید به ما اطلاع میدادید. شما تا اونو ندید باور نکرد. نمیدونید اون درست مثل یک پدر مهربان هست. پس به این ترتیب تحقیقات ما درباره این پرونده تموم شده. بد نبود اگه مشخصاتمون مرد رو در پرونده ثبت میکردیم چون ما هم وظیفه داریم از اینجور آدم ها قدردانی کنیم. حالا کی برمیگردن؟ رفت برای کامی بستنی کاری. چرا همش میخوای بدونی کار من چیه؟ بالاخره یه کاری هستم. تو خیال کردی من از کجا میارم میخورم؟ خب معلومه لب و چوغلی دارم بی کاری که نیستم. علی چی کار میکنه؟ علی دیگه کیه؟ علی تصنیفی. ها علی تصنیفی خودمون میگی اون درس میخونه وقتی بیکاریم تصنیفی میفروشه. بزرگم کیشو دکتر مهندس میشه و یه عالم حقوق میگیره. میشه بیام خونتون یاد بگیرم؟ نه دیگه تو برو من باید برم پی کارو کاسبیم. آخه من بدبخت 900 تا گرفتاری دارم. خدافیزی شما. قول من مامانت کدبایی کن. نخور غم دنیا
دنیا هزار رنگه پنیر و خونه خدا چه مهربونه روزه هر کسی رو یه جوری میرسونه اگه پدر ندارم نمیگیرم بخونه اون که به من میده مثل پدر میمونه یه روز آدم شده یه روز دلش تنگه نخور غم دنیا دنیا هزار رنگه بگم تو دلم چی میگی زره آخه من چرا باید مخفیانه و تو تاریکی زندگی کنم خدایا به قلی قسمت میدم گره از کار من پیرزن واکن خدایا مراد همه رو بده مراد من پیر زنم بیا پسرم اگه نذر داری این شمع روشن کن خدا مرادتو بده خدایا نذرشو قبول کن خدای من روم نمیشد بیام پیشت اما حالا اومدم آخرش به خودت پناه آوردم کمکم کن تا بچه هایی رو که چشم امیدشون من هستم به یه جایی برسونه خدایا تو از همه کارای من باخبر اما خدا جون دیگه میخوام آدم بشم آبرو داره بشم و پول حلال در بیارم تا جلوی اون دو رفیقام که هنوز ندیدم ایشون رو سفیده باشم خدای من روی من شرمنده رو زمین ننداز ببخشیم با کی کار داشتی؟ با خانم کریستین کار داشتم اجازه بدیم برم صداشون نه نه خدا میرم پیششون ولی ورود آقای ممنوعه برو بابا حالا خانم اینقدر زرنگ شدن که فرار میکنن باز که تو اینجا پدر شد تو دعا کن به خاطر آبروی پدر بزرگ به پلیس اطلاع نداد اگه دونست اون مده هرگز اونجا نیامد سر عقل بیا به خوشبختی خودت بچت و من پشت و پا نزن تو با اون همه دروغ و اون همه کارا کثیف کرد چطور رود شد آمد اینجا چطور انتظار داشت حرفات آوا کرد
ولی باور کن پدرم برای خوشبختی ما تمام ثروتشو به ما بخشیده. خیلی خوب، چرا معطل شد؟ رفت استفاده کرد. تا برای اینکه ما با هم زندگی کنیم یه شرطی هم توش گذاشته. من با تو هیچ شرط نیست، بچه‌ام به تو نداد. حالا رفت بیرون، کاهش میکنم. دختر از خر شیطون بیا پایین. چرا نمیفهمی؟ اگه ما با هم زندگی کنیم پول و ثروتش طبق وصیت‌نامه‌اش مال ما میشه. حتما کس من حرفت باور کرد، مثل اون دفعه که من گول حرفت کرد. ولی این حقیقت داره. میگی نه، بیا اینم آدرس وکیل پدرمه که رفته مسافرت، امروز یا فردا برمیگرده. من به هیچ چیز احتیاج نداشت. تو در فکر کدت باش. کریستین، بعدن پشیمون میشی. اگه بخوای لجبازی کنی یه هر طور هست من میرم وصیت نامه پدرمو گیر میارم. اون وقت تا آخر عمر باید وایست اینجا و سرشونه کنی. من به این کار افتکار کرد، به هیچ کس هم احتیاج نداشت. حالا گم شد بیرون. بسیار خوب، میبینیم. خوب شد نیاوردیش خونه. اندازی خودت که هستی. سلام علیکم. آخه یه مشکل کمیم میبینم. سلام ابو رضا. سلام علیکم. رد شو بزن. سلام خانم میسیز کریستین هواریوتون چی تو بره؟ سلام آقای رضا، حال شما چطور شد؟ هیچی، همین جا عبود گم و گوش. سلام علی، حالت خوب؟ علی حالت خوب هست؟ خب چی شد احضار شد؟ من آمد پیش من گفت پدرش تمام ثروتش طبق وصیت بخشید به اون با شرطی که من با اون زندگی کرد. گویا این وصیت نامه هست خیلی مهم. چون گفت اگر من با اون زندگی نکرد اون هر طور هست وصیت نامه گیر آورد. Very good. هر جا میری صحبت از پونله. ای بر پدر مادری پولی لعنت که آدمی زد و به چه کارهایی بادر نمیکنه. من خودم باید یه فکری بکری بکنم که کلاه سری شما نره. کجا وصیت نامه گذاشت اون پیش مرد؟ پیش وکیل هست که در مسافرت هست ولی برگشت. اینم آدرس منزل وکیل. خب باید زودتر فهمید وصیت نامه چی هست. از قرار معلوم باید لگنی زیر آفتاب باشه. بسیار خوب، یعنی very good. به این ترتیب بوشی میاد که کامی خان دیگه میلیونر شده. مام که چشمی داشتی نداریم بابا. نمیدونم. ببین فرهاد، اگه اون اسنادو به خانمت ندن که ارثیه همش مال توه. رایب میگی؟ خب وکیله رو ببین، یه چیزی بهش بده و کارو تموم کن دیگه. تو که اونو نمیشناسی. اون از پدرم خیلی سمش داره. خب یکی رو پیدا کن اسنادو از بین ببره. اگه اون اسنادو بدزدی و از بین ببری اون وقت وارث قانونی پدر تو میشی. خودش عجب لاک و مهریم داره. جون چقدم یارو پول داره. ای ما توبه کردیم. چی معنی داره؟ مگه دوستیم؟ ما سارقیم، یعنی بودیم. خدا خودت میدونی که من به خاطر اون بچه معصوم این یه کارو کردم. دیگه توبه بیزار دفعه توبه. من خانمه هستش؟ خانم کی؟ خانمه کریستین هستش؟ نه خیر، رفتن خرید. آها، پس وقتی که اومدن این پاکت رو بهشون بدین و بگین اسنادی رو که میخواستن من براشون آوردم. هن؟ کی؟ باشه، ولی بفرمین تو اقلا یه چیزی میل کنی. نه من قبلا میل کردم. خداحافظ، سلام برسونی. نه خداحافظ. Thank you.
دستگاهشون به دست انگشت روی کافصندوق متعلق به این شخصه. این پرونده مربوط به قتل وکیله؟ بله، تمام تحقیقات زمینه پرونده است. اینها رو مطالعه کردم. خبر تازه‌ای به دست نیاوردید؟ خیر قربان. در دفتر یادداشت روزانه روی میز وکیل اسم خانم کریستین نوشته شده بود که دو روز بعد از واقعه جنایت وعده ملاقات داشته. کریستین؟ صحیح. این اسم به نظرم خیلی آشنا میاد. برای قربان. آها، یادم اومد. این اون خانومی نبود که چند پیش در اثر برخورد با یک جیبور بچهش گم شده بود و در بیمارستان بستری شده بود؟ درسته قربان. مأمور رسیدگی به پرونده اون کی بود؟ صدفان احمد اشکان. بگید بیاد. چشم قربان. میتونم برم تو؟ بفرمایید جو. بفرمایید. امر بفرمایید. ببینم صدفان، مأمور رسیدگی به پرونده اون خانم فرنگی به نام کریستین شما بودید؟ بله قربان. خب پرونده به کجا رسید؟ بچه رو پیدا کردید؟ قربان، شخصی بچه رو پیدا کرده بود. اون خانم هم از شکایتشون صرف نظر کردن. ما هم پرونده رو بایگانی کردیم. صدفان، اون خانم احتمالاً با مقتول آشنایی داشته. این اولین برگه است که در دست ماست. میخوام تحقیق کنی که چه رابطه‌ای بین اونها بوده و آیا تا کنون صاحب این عکس رو دیده یا نه. شما صاحب این عکس میشناسید؟ بله، ولی من فکر نکردم اون قتل کرد. تحقیقات نشون میده که اثر انگشت اون در منزل وکیل دیده شده و اگه مرتکب قتل نشده باشه در قتل دست. ولی من رضا خیلی خوب شناخ، او هست آدم مهربان. او به من خیلی کمک کرد. من باور نکردم اون آدم کشت. او نه. ولی همین آدم مهربون جیپور ماهریه. شما اینو میدونستید؟ نه، من فقط دوست. اون به من و کامی همیشه محبت کرد. من این چیزا ندونست، نه کار اون دونست نه منزل اون. مهم نیست، هر طوری باشه ما پیداش میکنیم. در هر صورت اون یه آدم کشته و پلیس به یه آدم کش هرگز رحم نمیکنه و شما باید خیلی مواظب باشید، نباید به اون اطمینان کنید. چنانچه در این فاصله اون دیدید و یا خبری از اون داشتید، جریان بلافاصله به نزدیکترین کلانتری اطلاع بدید و اگه با اون همکاری کنین طبق قانون شریک جرم محسوب میشین، چون قاتل به خاطر سندی که مربوط به شماست دست به جنایت زده. حالا با اجازهتون مرخص میشم و منتظر خبر اوکی. شماست. اوکی، خداحافظ. این موتور مثل روزگار اولش درسته بکنی؟ خیلی چرا اولش ها؟ چی میگی بابا، این موتور نوه نوه؟ کجاش نوه نوه؟ اوراق اوراق، اون موتور که اجین شالم تره من اوراقش کردم. صحیح. امو رزا آفتاب خرج لحیمه. امو رزا سلام. وای تو اینجا چی کار میکنی؟ چی نفسی نفسی؟ یه پلیس اومده بود منزل ما، عکسی تو رو به مامانم نشون دادش و گفتش که تو دزدی کردی و آدم کشتی. من اومدم که بهت خبر بدم. راستشو بگو، تو که چیزی ندزدیدی، کسی رو نکشتی. بگو. نه نه کامی جون، من تا با حال فیلم نکشتم، چی برسه به آدم حسابی. میدونستم تو آدم خوبی هستی. ببینم کسی دنبالت نیومد که؟ نه فکر نمی‌کنم، تو من همش دویدم. خب الحمدلله رب العالمین. شیر اون رو هاشم خلیفن دنبالتو نیومد. محکم بشین، پس دنبال کی اومده؟
دست از دلم بره ندار. باش سفتم بگیرا بلی نکن بچی چرا دلوره ایجاد میکنی؟ سفتی سفتی بگیر با همه یه جاده منحرف برم عزیز رامشون برم بگیر دیگه محکم بشینین یه تیکه را دستین داز داره میخوام بپرم سیفته بگیر سیفته 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 ببینم که سرم تورید که نشده جاییتم درد میکنه سرم درد میکنه ای همه خاکه عالم بر اون فرق سر من یعنی اینقدر به من علاقه منده که دنبالم را میای به خدا منم تو رو دوستی دارم چیزی نیست فقط یه خراشی اگه خدای نکرده بلایی سرید میومد جواب مادری تو چی میدادم بران شو وایسا گفتم بران شو وایسا خیال کردی میتونی از چنگ ما فرار کنی؟ چی داره میگه؟ من کجا دارم فرار کنم؟ حالا که در خدمتم بفرمایین چرا بچه رو با خودت اینجا آوردی؟ باور بفرمایی جناب سرمان این بچه خودش دنبال من اومد آخه بچه ها خیلی من دوست دارن البته منم اونا رو دوست دارم در نتیجه هر جا بخوام برم بچه ها ویلم نمید چیه به چی زول زدی؟ خط بزنی تو گوشم؟ هنه تو احمدی وای خدا تو کی هستی؟ منم همون رضا هستم ولی باور کن هیچ قتلی مرتکب نشدم رضا شکریت وای خدا ماشالله هیزار ماشالله برای خودت آدمی شدی یا خدا رو شکر من نمیخواستم تو منو تو این فلاکت ببینی چه میشه کرد هرچی سنگ مال پایی نمید اجازه اونو آزاد کردی ستوان قربان برای اینکه اون بیگناهه از کجا اطمینان داری؟ اون دوست من بود اون به من دروغ نمیگه اون از من مهلت خواست تا بتونه قاتل حقیقی رو پیدا بکنه با وجود این تو حق نداشتی اونو آزاد بکنی قربان شما میخواین قانون اجرا بشه یا عدالت؟ اجرای عدالت در صلاحیت تو نیست اونو دادگاه باید معلوم کنه تو مأمور اجرای قانون هستی قربان اگه اون نتونه قاتل رو پیدا بکنه خودشو تا فردا معرفی میکنه من مطمئنم صدوان متاسفانه من مجبورم تو رو بازداشت بکنم تا موقعی که اون خودشو معرفی کنم دیگه نمیتونم کاری بکنم تو بازداشتی خدایا ببخشم البته جی سهرته اما هر کسی این بنده ریقو رو نشنسته شما میشنسی هر کی ندونه شما میدونین که ما اهل آدم کشتی نیستیم یادتون باشه اگه ما پس فرده تو هچله افتادیم مبازه به چاکریتون باشین چون شما خیلی بهتره میدونین ما خلقولار خیلی دوست داریم بچه تو چرا وایستدی چرا نمیری مردسه؟ عمو من اصلا امروز مرسه نمیرم دلم برات شور میزنه میخوام پیشت باشم من تو را از تو گدخونه آوردم اینجا به شرطی که درست بخونی حالا میگی نمیرم یلا زود باشتم مدرسه دیر نشده را بیفت کیفیتم بگیری دستت اون کفترم بدیش من معطل نکن زود باش را بیفته از وقتی که من از اون گداخونه او بردی اینجا کیه؟ خدا جین حتما اومدن منو ببره آه نمو تو رو من میترسم من میرم تو رو خدا سلام رضا آخی
سیلو لمچه عجب یاد مال من آدرس وکیل داد به شما که رفت با او صحبت کرد نه اینکه درد سر درست کرد شما باید به پلیس معرفی کرد که قطع نکرد بوده ای نه خودم رو معرفی کنم تا بگیرنم ببرنم بالای چوب بگه دار آخه تو که نتونست برای همیشه کدت قایم کرد تو اینگار اصلا حواست پرده اون ستوان احمد بیچارم چون من آزاد کرده گرفتن بازداشتش کردن اون قاتل نامردم که اثری از خودش باقی نذاشتی هرچی اثر انگشتم هست مال من ده انگشتی ولی رضا اینطور هم نشد بیفایده است برای اینکه روزنامه عکس تو چاپ کرد نگاه کرد به به کسی منم بالاخره تو روزنامه ها چاپ کردن این روزنامه رو باید نگه دارم تا وقتی بچه ها بزرگی شدن بهشون نشونه بدم تا ببینن که آدم حسابیم اینقدر حسابیم که عکسم تو روزنامه ها چاپ کردن وای این سر خلوتیان دیگه کیم بی معرفت عکسشم برداشته گذاشته بغل عکس منش حالا چی؟ این همان وکیل هست که گفت تو اون کشت آخه من به گور فادرم میخندم که اونو بکشم او نو یعنی کس گفت که پلیس گفت تو کشت من تا به حال اونو ندیدم ای اون یارو قاتله نه ببخشید مقتول است اون یارو که کشته شد یعنی مقتول شد خیلی جوان تر بوده چقدم عالی با من بیزنه میکرده Let me see, اون داشت موستاش یعنی سیبیل؟ یش داشته این پایینلی اون قدش بلند بود؟ یس یس به خدا یه ریزه بلنده بود اون شخص زیاد بوی اودکولون میداد امین پرفیوم یعنی عطر به خدا این داره به ما توهین نمیکنه ها ببینم نکنه تو هم اونجا بودی و ما خبر نداشتیم oh, now I understand what was my bloody husband hey, نکنه تو یه نفر از آگاهی باشی و مفتی میخوای از ما حرفه بکشی و مفتی ما رو بکشتن بدی رزا هنه. تو شوهر من شناخت شوهر چی؟ این ناکیز خود خودشه خود مقتول است یعنی مذارت میخوام خود قاتله من همی الان میرم به حسابش رسته دیگه میکنم ویت فره به هیره اصلا برا ببین چیه در میزنه اگه منو خواستن بگو نیستم تو کی هستی؟ نمیخواد دروا کنی من خودم اومدم تو رو با خودم ببرم اون جایی که خودتو جای من جا زدی یعنی قانون تو کی هستی؟ برو بیرون خفشی واسه من یکی داو نه یا به خیالت منم اون زن بدبختم که بتونی از خونه بیرونش بکنی من از همه کسافتکاری تو با خبرم تو چه مردی هستی که زن تو ولی کردی؟ تو چه جونوری هستی که تا الان رنگ بچه تو ندیدی؟ تو چه حیوانی هستی که آدم میکشی بعد قتل گردن دیگرون میندازی و اینجور بیخیال میگیری تو خونت میشینی جواب بده خفه شو مردی که از دنگ برا بیرون از دنگ خواهد میگه چه ده جیولو دردک میندازی؟ منم هونو کنجی بیزنم اینقدر فنده بلدم اون استخلای خالی من فنده ایسابی بیزنم من کلم هم نمیدارم بیفتی بد وقت لینگی آهان داری وارد باش بده من حالا یه دخلی بدونیش بده بزنم این چه منم بیدم بخوری تا آدم میشه تو لیاقت نداری بابا بشی زن داشته باشی کاشانی داشته باشی ای خدا هن وای خدا نکنه دارم خوابه میبینم نه خیلی درست همون فرهادی میدونم ای خدا حالا نکنه اشتباهی باشه اون نباشه باید یه دفعه دیگه دستشو ببینم که همون تاریخه یا یه تاریخ گلابیه نکنه گلابی باشه نخیر خودشی آهای بلنده بشو منم ریزه بیا دستم نگاه کن منم ریزه هستم منم تاریخی دارم من ریزه هستم فرهاد میشنوی اینها تاریخ دست منم نگاه بکن من ریزه من احمدم پیدا کردم به خدا راسته میگم من ریزه هستم تو رو خدا خودتی همون رضایی تمامی چند سال آرزوی دیدن تو داشتم نمیدونی چقدر خوشحالم رضا بکنه ای خدا خب دیگه من باید برم خودمو معرفی کنم از اینکه باعث ناراحتی تو کسی شدم معذرت میخوام میرم و همه رو من نمیذارم فرهاد من نمیذارم تو زن و بچه داری
تو نباید بری زندون، تو مسئولیت داری، تو بابای کانابیز هستی، من باید جورشو بکشم. مگه رفاقت به چی دردم میخوره؟ احمدم الان گرفتاره. تو چی میگی؟ اون مقصره؟ نه نه قربان، اون تقصیری نداره. جناب رئیس من از دستش فرار کردم، به خدا اون بیگناهی. ولی صدفان خودش گزارش داده که تو رو آزاد کرده. نه قربان، باوری بکنین، وکیلم من کشتم، بعدشم از دست احمد فرار کردم. صدفان، کلیه مدارک دال بر محکومیت دوست توست، او رو دستبند بزنید و به زندان تحویل بدید. بزن دیگه، بزن، چرا معطلی؟ خیش، یادش بود چه روزگار خوبی بود. احمد، میگم که اجازه هست؟ هن، چی تو میگی؟ فرهاد تویی؟ آخی، فرهاد، احمد رفیقمون، نگاه کن، ستاره هاشو، بیاین با هم رو بوسی کنیم، بعد از 20 سال کجا تو چلت داری؟ ما با هم رفیقیم آقا، بالاخره همه همه جا رو شناختیم. چی تو میگی هن؟ خب بریم پیکارمون دیگه، خداحافظ. آره، چیز دستمو با هم پیونده زدم، چیزی نیست. من باید از شما ها جدا بشم، چون که من آدم کشتم، اون وکیل رو من کشتم. چی؟ آره دیگه، اون وکیل رو کشتم. احمد چون منو آزاد کرده بود بازداشتش کرده بودن، برای همین اومدم خودم رو معرفی تو؟ کردم. آره. نه رضا، تو قاتل نیستی. چی؟ جناب سرهنگ، این دروغ میگه، قاتل واقعی من هستم. نه جناب سرهنگ، اصلا ببینین این قیافش به قاتلم میاد، ولی منه ببینین جد آباد قاتلم. نه رضا، از فداکاری تو خیلی متشکرم. جناب سرهنگ، وکیلو من کشتم. اون شب وقتی که وارد اتاق شدم، رضا رو دیدم، خواستم بگیرمش، فرار کرد. در این موقع وکیل وارد اتاق شد و با من گلاویز شد. خواستم اون از خودم جدا کنم، خورد به میز، مجسم افتاد روی سرش و من فوراً به دکتر تلفن کردم. این حقیقت ماجرا بود و حالا من برای مجازات آمادم.